خب به نام خدا، آموزش شبکه‌های عصبی را شروع می‌کنیم. ما در این فیلم آموزشی می‌خواهیم در مورد مقدمات و تئوری شبکه‌های عصبی مصنوعی صحبت کنیم و در انتها به کدنویسی این شبکه‌ها داخل مطلب بپردازیم. در بخش اول ابتدا مقدمه ای صحبت میکنیم در مورد هوش مصنوعی. اصلا هوش مصنوعی چیه؟ چرا ما اصلا سراغ الگوریتم های هوشمند میریم؟ چند تا از الگوریتم های هوشمند رو شما اینجا میتونید ببینید. شبکه های عصبی مصنوعی که به نام ANN شناخته میشن، منطق فازی یا فازی لاجیک، محاسبات تکاملی یا evolutionary computation، الگوریتم های ژنتیک یا genetic algorithm و کلونی مورچه یا ACU. خب چرا ما به سمت استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی میریم؟ چون در مسائل بسیار پیچیده که ما باشون سر کار داریم، الگوریتم های ریاضی که در دسترس هستند در مدت زمان خیلی زیادی ممکنه اون جواب نهایی رو برای ما تولید کنند، اما جوابی که اونا تولید میکنن یک جواب قطعیه. ولی الگوریتم های هوش مصنوعی الگوریتم هایی هستن که به عنوان یک راه میانبر برای ما استفاده میشن و همون مسئله هایی که با الگوریتم های ریاضی حل میکنیم رو برای ما میتونن حل کنند. تنها مزیتی که داره اینه که در مدت زمان بسیار کوتاهی اون جواب نهایی رو برای ما تولید میکنن. مثلا شما یک کار بینسازی میخواید انجام بدید، با روش های بینسازی ریاضی هم میتونید این کار انجام بدید، ولی ممکنه حدود یک هفته طول بکشه تا شما بتونید به اون جواب نهایی برسید. ولی الگوریتم ژنتیک یا الگوریتم کلونی مورچه یا محاسبات تکاملی میاد اون مسئله شما رو در یک مدت زمان کوتاهی حل میکنه و یک جوابی به شما میده. این جواب به نام اپتیموم ریسپانس یا جواب بهینه شناخته میشه. ما در یک فیلم آموزشی دیگه در مورد درخت تصمیم صحبت کردیم که شما میتونید به اون فیلم آموزشی مراجعه کنید و بیشتر در مورد درخت های تصمیم بدونید. خب یه تعریفی از شبکه عصبی میخوایم ارائه بدیم که اصلا شبکه عصبی چیه؟ خب کاربردهای شبکه عصبی ببینیم چیه؟ شبکه عصبی در خیلی از رشته های گوناگون کاربرد داره. تقریبا میشه بگیم در تمامی رشته ها اومدن در مورد کاربردش میشه صحبت کرد. حتی رشته علوم انسانی، رشته های مهندسی، رشته های پزشکی خیلی جاها کاربرد پیدا کرده. مهمترین کاربرد اونها در تشخیص الگوه. یعنی چی؟ یعنی شما یه سری شکل یا الگو دارید، میخواید تشخیص بدین این الگوه چیه یا مربوط به کدوم کلاسه. ذخیره کردن و بازبینی دادا. هنگامی است که شما یه دیتای خیلی حجیم دارید، دیتای خیلی بزرگ دارید، میخواید اونا را یه مقداری فشرده کنید و ذخیره کنید. در این حالت میتونید شبکه‌های عصبی خاص این کار مثل هاف‌فیلد استفاده کنید. و یک کاربرد خیلی مهمش تقریب تابع است یا فانکشن اپروکسیمیشن. تو تقریب تابع شما میاد چیکار میکنید؟ شما میخواید یه سری دیتای ورودی دارید و یه سری دیتای خروجی. خب اگه من بخوام برای شما در مورد فانکشن اپروکسیمیشن کم بیشتر صحبت کنم، تقریب تابع اینجوری است که ما به شبکه عصبی مثل یک جعبه سیاه نگاه میکنیم. اینو فرض کنید اگه شبکه عصبی اون باشه، فرض کنید شبکه عصبی ما یه سری دیتا داریم، یه سری دیتای ورودی داشتیم به مدلمون، دنبال یک تابعی هستیم که وقتی این دیتا رو به اون تابع بدیم
خروجی مورد نظرمون تولید بشه. مثلا من میخوام یه شکلی برای این بکشم، مثلا چنین شکل، مثلا شما تابع دارید اینام ایدرک تابع یک بودی و ایکس، اینا یه سری نقاط هستن، مثلا این اخری اینجا هست. بعد مدلتون رو باید ارزیابی کنید، مدلی که ساختین رو ارزیابی میکنید و در انتها مدلتون رو تفسیر نتایج میکنید که مثلا این مدل من چند درصد درست جواب داد، چند درصد درست جواب نداد.